فعالیت ما عمدتا فرهنگی است و با آسیب شناسی های فرهنگی جامعه سر و کار داریم، با بیماری های فرهنگی جامعه، و خب در این زمینه لازم هست که سنت شکنی هایی بشه، با این بیماری ها برخورد بشه و در واقع مردم از عادت های گذشته شون یک مقدار فاصله بگیرن و بیان ببینن که موضوع چی، قبل از اینکه پیش داوری بکنن تحقیق و بررسی بکنن و صرفا به دانسته های خودشون اکتفا نکنن. بنابراین ما طبیعی است که تا مدتی ضربه ناشی از این بیماری فرهنگی رو بخوریم و افراد خودشون مطالعه نکردن و رأساً قضاوت بکنن، پیشتاوری بکنن و هر کس از حلقه یک تصوری بکنه، در حالی که منظور ما از حلقه، حلقه های رحمانیت عام الهی است. یعنی ما معرف حلقه های عام رحمت الهی هستیم و سلام. یعنی تخصص ما فقط در این زمین است. ما وارد هیچ حیطه دیگری نخواهیم شد، نمیشیم، و در واقع کاری رو که ما میکنیم به صورت تخصصی معرفی این قضیه است. حالا افراد، هر کسی از این مسئله ممکنه برداشتی بکنه که طبیعتاً خب متوجه اشتباه خودشون خواهند شد. بعد موضوع دیگه این که در رابطه با عرفان وارداتی که فرمودین، اینی که در واقع جریان ما جریانی در مقابل عرفان‌های وارداتی، و همونطور که ما تحت تأثیر الغای فرهنگی هستیم و عرفان‌های مختلف دنیا به این مملکت صادر شده، از عرفان سرخپوستی، تبت، چین، ژاپن، هند و حالا جاهای دیگری، ما تحت تأثیر الغاهاتی هستیم و در واقع این گونه به ما الغا میشه که هنوز ما خیلی از مفاهیم اولیه عرفان رو نمیدونیم. لذا این جریان میخواد بگه که نه، در ایران هم چارچوب فکری در زمینه عرفان حالا از منظرهای مختلف وجود داره، فقط خوب معرفی نشده و ما هم به عنوان یک معرف در این راستا و در یک زاویه خاص وارد عمل شدیم که در واقع با این الغای فرهنگی مبارزه کرده باشیم و در واقع خودی نشون داده باشیم. و حالا تا چقدر تونسته باشیم کارو کرده باشیم، اون یک بحث جدا، چقدر موفق باشیم.